افغانستان قربانی سیاست‌های احمقانه و زیرکانه. سلام به شما عزیزان در هر گوشی از این جهان که هستین، امیدوار هستم صحتمند باشین. از کامنت های خوبی که می نویسین، از نظریات نیکتون که با ما شریک می سازین، من جهان سپاس و تشکر می کنم از شما، از اینکه ما را حمایت می کنین و انرژی می بخشین. جهان سپاس و تشکر. چند روز مریض بودم، هنوز هم اونقدر خوب نیستم، ولی کمی بهتر شدیم و فضل خدا انشاءالله که تا چند روز دیگه کاملا صحتمند شوم و بازم بیایم با انرژی برنامه خود تقدیم شما بکنیم. و از شما هم تشکر میکنم که با کامنت های خوبتان انرژی منتقل میکنین برام. پیش از اینکه برم به موضوعات بپردازیم و از چند موضوع روی صحبت میکنم، دوستان عزیزم روی شما هم خواهان هستم تا پایان برنامه همچنان نظریات خوبتان رو شما هم با ما شریک بسازیم. میخوایم از نظریات شما همچنان مستفید شویم، ببینیم که در فکر شما چی میگذره، چی نظر دارین در مورد این مسائلی که پیش آمده. اولا میخوایم جمله‌ای که در اول گفتم میره براتون کوتاه تشریح بکنم. افغانستان قربانی سیاست‌های احمقانه و زیرکانه. خب چی معنا میده؟ یه حرف ما معنایش چی است دوستان عزیز؟ که ما قربانی زیرک‌هایی که دشمن ما هستن، زیرک هستن، بی نهایت هوشیار هستن، اما دشمن ما هستن، قربانی از یا شدیم. و سیاستمدارانی که به منافع ملی فکر میکنن، با کشور خود فکر میکنن، یا حداقل اگر فکر نمیکنن مای تو فکر میکنن که وا با کشور ما خدمت میکنن، اما در عین حال بی نهایت کودن و احمق هستن. و از اینها اون زیرک هایی که پیشتر نام گرفتم استفاده کرده هستن و سرش هر بار کلا میمانه. و در اینجا که قربانی میشه ما، تو یا خواهر و برادر ما و هموطنان ما قربانی میشیم. و دلیل از این همه چیست؟ جهل، نافهمی، بدبختی. گناه کیست؟ گناه ما، گناه تو. چرا؟ چون حرف درست قبول نمی کنیم. دنبال سمت و سمت بازی رفتیم، دنبال قوم قمگرایی رفتیم، یک نفر را که فهمیدیم که دزد است، بیعقل است، لوده است، در عقل نداره، چیز نداره، اما بخاطر که همزبان ما بود بر رای دادیم و حال رفته در پارلمان، به خاطر که هم زبان ما بود حمایتش کردیم، در حالی که لیاقت حمایت نداشت و کلش کدو بود، هیچ چیز نداشت در کلش. و این بدبختی است که اینمی رقم جریان داره و احمق نمایندگی از ما میکنه و دیگران زیرک از اینا استفاده کرده و سرشون کلا مانده است. مثال زندهش، چند وقت پیش جنگ بکش، جنگ بکش، بالاخره طالبا شرط گذاشتن که اگر میخواین که ما به میز مذاکره صلح بشینیم یا بخوایم صلح بکنیم یا حداقل گفتگو بکنیم در این باره، شما باید زندانی های ما رها بکنین. که مثلا 5000 زندانی بود یا 6000 زندانی بود که رها کردن. چرا رها کردن؟ دولت افغانستان فکر میکرد که طالبا با رهایی از اینا با ما صلح میکنه و حسن نیت ما را میبینه، با ما صلح میکنه. اما اونجا طالباش فکر میکرد، میگفت که ما از بس کنار را کشتیم یا مجبور هستن، هر شرطی که ما برای از اینا بانم یا قبول میکنن. در اصل منظور از رهاسازی یا گذاشتن شرط این نبود که یا بیاین به میز مذاکره بشینن، منظور این بود که خط جنگ خود دگام تقویت ببخشن و قوی بسازن. بعد از رهاسازی از او ما شما دیدیم دیگه که چی حال شد. جنگ دو برابر افزایش یافت، خشونت دو برابر افزایش یافت. این میگن حماقت. و اینال چی میکنن؟ باز همه قضیه هاش دقت بکنین. جنگ ها افزایش یافتن، خشونت زیاد شد، تروهای هدفمند، کشتن شخصیت ها، خبرنگار ها، کسایی که معروف هستند در جامعه با این کوشش کردن که اعتماد مردم را نسبت به دولت ضعیف بسازن، که تا اندازه موفق بودن. بعد از او اینال باز دیگه او خب توقف داده بود مذاکره را، همه چیز گذاشته بودن. آره باز یک قصه سرمنگسه که طالب شروع کرده با مو هوشیاری و زیرکی که داره. شما میگن طالب غول است، اما غول عسکرایش است. غول اینی کسایی است که امروز کشته میشه، اون کسایی که در رهبری هستن بی نهایت زیرک و هوشیار هستن. باز دیگه نفر لا شد، 6000 نفر لا شد، مذاکره را انداخت دور و برادر وقت ندارم. بعد از اینکه دیدن زدن کشتن حالا دیگه وقتی عزیز که 7000 نفر دیگر از سر دولت افغانستان رها بکنن،
قرار که در این حال باز دیگه کم دانه انداخت، یک دو گپ تابالا کرد که این بخیر مذاکرات آغاز شده و 7000 نفر دیگه مرا ملا بکو، باز بخیر ما شما صلح میکنیم و میخواین که نی 7000 نفر با سر دولت افغانستان رها بکنه و باز یک کشت و خون در افغانستان شروع شوه و بدتر از این کشت و خون خالی هم جریان داره، از این بدتر شوه. باید رهبرای ما و شما که همقدر حماقت کردن دیگه نکنن، نکنین کار نکنین که امی اعتمادی که مردم سر شما داره یا امی قدر امی از امی نظام طرفداری میکنه، از امی نظام پشتیبانی میکنه، قربانی داده خون ریختانده امیره و مسخره نگیرین دیگه. طالب تو رها میکنی میره بعد جنگ دوباره اردوی ملی مورا میکشه، پلیس ملی مورا میکشه، دوباره واسکت انتحاری میپوشه، داخل شهر کابل خود انفجار میته، داخل پنتون خود انفجار میته، داخل کورس خود انفجار میته، در سرک خود انفجار میته و کیره میکشه، ما و شما را میکشه. و ای دلیلش چیست؟ حماقت رهبرا. البته نمیگم کلشان، یک تعداد زیادشان متاسفانه آنقدر احمق شدن که طالب نسبت به رضیا هوشیاری کرده است و سرشان کلاه مانده است استفاده کرده است. حالا وظیفه کیست؟ وظیفه ما و شماست و وظیفه پارلمان افغانستان است که جلوی این فاجعه را بگیره. دفعه قبل هم رئیس جمهور خودش تصمیم نتونست بگیره، ای را روان کرد به پارلمان. شما شاهد هستین، گفت پارلمان هر تصمیمی که میگیره، پارلمان هم 6 تن 4 نفر بین هم قرار گفتن برو سعی سیلاش کنین خیر. 6000 نفر لاشت. و امروز اگه از غنی پرسان کنی که چرا، میگه مرا چی؟ من خود تصمیم نگرفتم، تصمیم سخت بود، گذاشتم با پارلمان، پارلمان تصمیم گرفت. میبینین بدبختی است. با آن که پارلمان جایگاه خاص خود نداره، اما چند کار خوب دمیشن روز کرده که من ازشان تشکر میکنم، ولی به این معنی نیست که من از شما حمایت میکنم، از شما خوشحال هستم. به دلیل از اینکه من میفهمم کارتان مقطعی است. 100 تا کار خراب کردین، 1 تا کار خوب میکنین، بازم مردم افغانستان بسیار زیاد مردم باسپاس هستن، از شما تشکر میکنن، قدرتون میفهمن. اما ایرا در نهایت ثابت بسازین، ثابت بسازین پارلمانی که باید مدافع حقوق مردم باشه، امروز مردم توف لعنت گفته از برای پارلمان. چرا؟ چون منبع فساد است. آقای رحمانی، اگر میخوای محبوب باشی، اگر میخوای که خدا همراهت باشه، ملت همراهت باشه، چیزی وکیل فاسد که هست به مردم معرفی بکو و جلوی فساد از داخل پارلمان بگی، مثل آقای بشر دوست یا مثل بعضی وکیل‌های دیگه که واقعا از صدق دل به مردم خدمت میکنن و صدای مردم هستن، به این شکل مبارزه بکو. نور چشم ما و نور چشم تمام مردم میشه. حالا ما چی مشکل داریم با خودت، با خانه ملت چی مشکل داریم؟ چرا باید همه روز رشخند بزنیم، همه روز باید انتقاد بکنیم؟ چرا؟ چون فساد است، رسوایی است. وی تناب حرف من نیست، حرف تمام ملت است. چرا یک روز یک نفر بدون وکیلا که تمام وکیلا آقای بشردوست بد میبره، چرا یک جوان افغان، یک خانم افغان، یک کهنسال افغان نگفت که بشردوست فاسد است؟ چرا؟ چون که نیست فاسد. کسی که دانپراب باشه و فساد کرده باشه، او قسم جرات پیدا نمیکنه که بیاد پیش روی کمره در تالار همه گیر از یک سر بیاب کنن. چرا؟ چون در کفش خودش ریگ نیست، دانپراب نیست پیش کسی. اما وکیلای دیگه قرار سرشان خمی نمیتون، من میگم زمین بکفه که یاد دراین، از خجالت سر بالا کرده نمیتون. چرا؟ چون دزدی کردن. و این رو خواهشم از خانه ملتی است، اگر میخواین که عزتتان برگرده، شما محبوب باشین، تمام مردم کنار شما باشین، ما در کنار شما باشم، تمام جوان ها کنار شما باشن، با صداقت پیش برین و تمام مافیا را از پارلمان گم کنین، از ارگ گم کنین، از دستگاه حکومت گم کنین. این وظیفه شماست، شما میتونین. ای که ناقا برین یکتون یک طرف کش کنین، دیگه طرف دیگه کش کنین، یکش از خیانتکار دفاع یکت از خیانتکار دفاع بکنی، دیگه محکوم بکنی، قسم به جایی نمیرسیم. شما باید اتحاد داشته باشین، اتفاق داشته باشین. اگه این کار را بکنین، مطمئن هستم که یک تغییر بزرگ در افغانستان ایجاد میشه و هرگز اجازه نتین که 7000 زندانی رها شوه، وگرنه پارلمان قصیش مفت میشه. بیخی انوزم امیالم مفت است، ام بیخی مفتر میشه و کس دیگه به نام پارلمان شاید چیز را نشناسه. خب ایرم میگذاریم کنار، ما امیدوار هستم که دیگه قربانی سیاست های احمقانه و زیرکانه خود ما و مردم نشیم. بحث بعدی است، بانو رنگینه را شما در جریان هستین که رأی اعتماد از مجلس نگرفت، که من به خاطر از این کارشان تشکر میکنم،
که حداقل یک قسم آدم رای ندادن. آلی رنگینه شل است در این پشت وزارت معارف. آلی اگر طرح احمقانه را پیش کرده که ولاس شاگرد هایی که در قریه و قصبات زندگی میکنن، اینا صنف اول دو و سی و نهی فهم تا پنج برن در مدرسه و در مساجد درس بخوانن. چرا بخوانن؟ در مناطقی که مکتب نیست، مکتب وجود نداره، در اونجا باید اینا برن درس در مسجد بخوانن. خب در کدام مناطق مکتب نیست؟ به این توجه بکنین، در کدام مناطق مکتب نیست؟ در مناطقی که جنگ جریان داره و تحت تصرف طالباس. من بین این طرح احمقانه کم از سر من دیوار بچکم. از برای خدای چی بلا حماقت است که در کلی از این میده این مغز داری در کلیت بانو رنگینه؟ از عقل پیاده شدی بیخی؟ در منطقه که در تصرف طالباس میگه در اون اطفال برن در مساجد صنف اول و دوم مجم چنده بخورن. خب اما قدر فکر نمی کنن که در این منطقه که در تحت تصرف طالبا باشه، خود دوش و ملای که در مسجد از خوبم طالب است، قوانین طالبی است دیگه. اینال دیگه پاکستان بیخی صبر است. تا اونوز میگفتم که از پاکستان دوش در مساجد درس میخوان، انتحاری تربیه میکنن، روان میکنن، او دیگه بیخی سقوط میکنه. اگه این تر حملی شده دیگه نیاز پاکستان نیست دیگه. اون اونجا چون تحت تصرف طالباس و مدارس و مساجد، این دیگه اولادای ما میره بخیر در اونجا دیگه درس انتحاری رو خوانده و بیرون میشه. سبا که بعد از صنف 5 و 6 و بالاخره 7 یار اگه بگی برو مکتب، زمینم که مساجد بس. آها ها، ده مکتب؟ چرا مکتب؟ مکتب و کفر درس میده. خلاص دیگه. یعنی ما با تمام طرفداری که من تنها نیستم، همه شما مطمئن هستم که طرفدار از این نظام هستین، حداقل اگر انتقاد میکنین، بارها انتقاد میکنیم، طرفدار این نظام هستیم، باید هم باشیم، راه دیگه نداریم، چاره ای نداریم، چی کنیم؟ مجبور هستیم باشیم. اگر خوب است بد است باید طرفدارش باشیم، اگر این نباشه بدتر میشه اوضاع. دمیشم شکر است. ایناله ما واقعا به می آقای غنی حیران میمانم. آقای غنی تو این نمونه را از کجا کدی که شو خو میشه سوبکی احمقانه ترین طرحهای جهان را میگیره به خرد مردم میته و میخواد افغانستان را پیاده بسازه که در جهان مردم توف میکنه به یک قسم تر و یادم آمده این طرحها را میخوای به خرد ما بته. چرا؟ آله تو یک کس را میخوای که وزیر معارف شوه که خط از روی خواندن میتونه بی سواد مطلق است. از این که در خواه من خوب هستم. حالا منظوره می نیست که مرا وزیر ما رو بود، مرا تیر از همی دستگاه حکومت هیچ نمیخوایم وزیر هایی گیرم. بحث همه ایست که تو یک آدم بی سواد آوردی که نه عقل داره، نه منطق داره، نه فهم داره، نه شناخت درست از اوضاع افغانستان داره، توی وزیر معارف می سازی. چی کنیم؟ جنازه معارف رو بخوانیم؟ چرا؟ به جای این آدم بی عقلی که تو مثلا از کجا پیدا کردی، از زیر کدام دار گریخته که پیدا کردی آورده دیجا و میخوای عقل کل بسازی سر مردم؟ جوانای کدر داریم، دکترا دارن، ماستری دارن، کان علم و فهم و دانش هستن، دیپلمشان در زیر بغلشان تمام روز در ادارات میگردن، وظیفه بر شکست نمیتن. چرا؟ ایار چی شده؟ آقای غنی چی شده؟ وقتی میگه که مردم با دولت همکار نیست، خواه همکار هستیم، همکار هستیم. من از خودت سوال میکنم که این یار چی شده؟ مثال زندهش آقای بکتاش سیاوش از چی کم است؟ بیکار در خانه افتاده، چرا شامل وظیفه نمیشه؟ چرا در دولت برش جای نیست؟ چرا؟ سوال است نه؟ که باید جواب بتین. یک کمی باید سرتون در گریبانتون بکنین که وقتی مردم انتقاد میکنه یا ما انتقاد میکنیم، در کنار طرفداری که ما از نظام میکنیم، از دولت میکنیم، وقتی انتقاد میکنیم ما احمق نیستیم، دیوانه نیستیم، دلیل داریم. دل آدم به کفیدن میآید که جوانان ما معتاد، پودری، سیگریتی در زیر پل سوخته چکر میزنه، یک آدم احمق و لودی او باشه که مچم تو از کجا کدی ای را آوردی و بزور میخوای تخته کنی دمی نظام. چرا؟ بر صورت ما امیدوار هستم که پارلمان روی تانه خدا ببینه، اینمی پارلمان صدای ملت است، امی صدای ملت باشین. عذر میکنم براتان آقای رحمانی، ما کدام مشکل با شما نداریم. اگه قار هستی سر ما یا سر کسایی که سرتو انتقاد، ما از طرف خود، از طرف تمام مردم، از خودت معذرت میخوایم. ما را ببخش، اما لطفا لطفا
کار کنین برای این مردم. کار اینی دزدار نمانین، وظیفه شماست. یک مفت گپ بزنین این به درد نمیخوره. اقدام کنین، اقدام کلشان را بخواین به میز، بیا بیادر جواب بده. این کود 91 کود چور است که به درد دزیره شروع کردن کلگی از کود 91. کود 91 دوستان نمیفهمن که چیز کود 91، کدام کود نیست، کدام جای وارد شد. یک نام است، یک نام است که به این نام در انگام پول از بودجه ملی گرفته میشه، از پول مردم گرفته میشه، یعنی که بانک مربوط مردم است یا بانک ملی پول در صورت گرفته میشه که یک مسئله اضطراری باشه. یک مسئله بسیار زیاد یک دفعه پیش می اضطراری است و تایی که مثلا اون مکتوب نوشته میشه و ایبتر همیشه و باز پارلمان روان میشه و پارلمان رو تصویب میکنه و وقت زیاد میگذره. از خاطر یک چیز اضطراری به نام کود 91 چیز کردن که ایرم خود پارلمان تایید کرده بود، خود پارلمان تایید کرده بود، عواقبش فکر نکرده بودن که این تام میشه. اینال به نام کود 91 به چاینکی پزم پول بده، به پایده هم پول بده، به موتر هم پول بده، کرای خانه هم پول بده، به معاش مردم هم پول بده. اینی قسم چور انداختن سر بانک و این را کی کده؟ یعنی پارلمان کده بود و امروز خودشان چیغ زده راستن که از کود 91 دوزی میشه. امروز امو وقت آقای بشردوست آمد صدا کرد که اون ملت اگر ایره شما تصفیب بکنین در بدر و خاک بسر میشه. اما کس گوش نکد. حتی یادم است که رمضان بشردوست به خاطر که اعتراض کده بود از یخنش گرفتن از تالار بیرون کدن. ببینین شما که خائن هستین رمضان بشردوست بد میبرین، در حالی که آقای بشردوست همیشه از حق دفاع کرده و مطابق به قانون صحبت کرده. حالا ما یا تمام کسای دیگه از کدام دزد کدام دفعه طرفداری نکردیم، از کدام وطن فروش کدام دفعه طرفداری نکردیم، مگر آقای صالح کردیم، از رمضان بشردوست کردیم، یا از بانو روشن، یا همه قسم کسای دیگه که کار خوب میکنن ازش طرفداری کردیم؟ خب کار بد نیست. اگر شما میخواین که مردم طرفدارتان باشن مثل آقای بشردوست طبق قانون رفتار بکنین. یک قانون تصویب نکنین بعد از او باز سر خود نزنین. زندانیا رو رها کردین، تصویب کردین، اینال باز فرق خود زده رایستین که چرا خوشونت زیاد شده. خب وقتی تو حالا به اله رها کنی که مقصد میشه دیگه. این مثل از این میمانه که من برای تیشه در پای خود بزنم و پایم خون شوه، باز بگیم الله پایم چرا درد داره، پایم خون اومده رایست، چرا این تو کار کرده از پارلمان. به هر صورت ما میدارستم که جدی باشین، تمام کسایی که از کود 91 دوزی کردن به میز بخواینش، در تالار بخواینش، ازش حساب بگیرین و در حد امکان ایره لغو کنین اگر میتونین، چون شما صلاحیت دارین. مطمئن هستم میتونین، خامی چی شما چی خواه میتونین اگر بخواین بکنین. اینی صحبت بانروشن شما بشنمین دوستان عزیز. کود 91 کود خیانت ملی است، این نه کودی که بر منافع ملی باشه، فقط بر منافع یک تعداد اشخاص. ما صدا میکنیم سر امرالله صالح، اگر کور نیستی کر نیستی بگیرن همت کن. امی کسایی که شخصی مال داره این مردم بیچاری، معلم بیچاره، مامور بیچاره، پلیسی که دست نیروی امنیتی که در خط اول جنگ می جنگه یک روپیه در معاشاتشان اضافه نمیشه، اما بیش از 2 میلیارد افغانی را بر منافع شخص. خب در مورد دزدی ها میگه امرالله صالح کور استی کر استی چی استی؟ خب بیا می گپ بانو روشن می امرالله صالح کر و کور و هرچی که تو میگی. بانو روشن با تمام احترام، با تمام کار حال به نظر من تو بد نشدی، به خاطر که صدها کار خوب کردی، اما این بحثت من فکر میکنم احمقانه بود. خب امی خودت یا امی پارلمان، امی کسایی که دور برات چشته، خب امی امرالله که کور و کر است، تو چی کار هستی؟ تو چی میکنی؟ وظیفه تو چیست؟ امرالله صالح 2 ماه یکونی ماه میشه که آمده به نام میثاق امنیتی یک پروسه را انداخته، یک جریان را انداخته، نتایجش هم مردم دیده رایست. اگر روز یک انتحار میشه، یک انفجار میشه، 60-70 نفر بازداشت میشه و 60-70 نفر خودشان نمیره زندان. اینمی سعی و تلاش است که 60-70 نفر هر روز بازداشت کنه رایست. چی کنیم؟ سطح جرم جنایت بالاست. اینمی رقم است، یک انتحار میشه، 60-70 نفر همه روزه بازداشت شده رایست. این فعالیت نشان میده. حالا که تو میگی که امرالله صالح کر و کور است، خب صحیح است. امی وظیفه شما خیلی چی است؟ شما هم بخیزین دیگه. امرالله به جای از اینکه انتقاد کنین، خب بشینین در پاله امرالله صالح فعالیت بکنین.
چی میفهمین شما؟ امی اطلاعاتی که به روزنامه اطلاعات روز داده شده که اینقدر فساد شده و اینقدر پیسه ایفو میل شده، شما چی میفهمین؟ شاید همین کار آقای صالح باشه که به او داده تا به گوش شما برسانن، تا شما اقدام بکنین، فریاد بکنین. همه کاره که نمیتونیم با گردن صالح بندازیم. جوی چتل است آقای صالح، بیا او نیست آقای صالح، برق نیست آقای صالح، دزدی میشه آقای صالح، نسوار خود روی سرک تف میکنیم سرک چتل میشه آقای صالح. و مسلمان ها نمیشه یک نفر در کجا برسم از طرفداری گفت، بارها گفتیم نکدیم و نمیکنم، اما امی عقل خود بیاین تو رو ولا در کار بندازین، امی یک نفر به کجا برسه؟ میشه امی رقم تو خدا؟ صد نفر چتل و کثیف کنه یک نفر در پاکاری چسبیده باشه، این رقم میشه ما با جای میرسیم؟ آلمان، آمریکا یا این کشورهای پیشرفته چرا دولت خوب دارن؟ به دلیل از اینکه مردم خوب دارن. وقتی کثیف میکنه پس پاک میکنه، وقتی اگر چیزی را میخورد پاکستش روی سرک نمندازه، جمع میکنه میبره تا یک جایی که یک آشغالدانی زوج مندازه. اما در افغانستان رقم نیست، نسوار خدا در ایجا تشناب خدا روی سرک میکنن، به این رقم خونه میشه. وقتی ما میگیم که با دولت خود بیاین که همکار باشیم، بیاین که همکار باشیم، هدف ما این نیست که دول و سرنه بگیرین در کوچه جار بزنین که الا غنی جان، آخای صالح جانم هستی، اصل نیست خودت هستی، رقم منظورم نیست. منظورم ایست که اینمی وظیفه خود بشناسیم، منحیث یک شهروند اینمی کشور چه حق داره بالای ما، امی دولت چه حق داره بالای ما، اینمی کار باید بیان که بکنیم نه دیگه. کار که کردن نمیتونه نمی دن خانتان میبینین که بدرم جویبار آب دند است، یک سنگ افتاده داخل جویبار آب نمیره، حق بیله بگمی سنگ بکش کمی آب بره، امی پیش خانت یک جارو بکو، یک پاکاری بکو، نمیکنین. ششتینه شهرداری، آقای صالح، آقای غنی. مسلمان های خدا یک نفر به کجا برسه؟ یک کمی بین که احساس مسئولیت بکنیم، امی خود ما هم همکار باشیم. ای که دولت میکنه نمیکنه اوسو کو، بیخی فکر کمی دولت هیچ نمیکنه میکاره، امی خودت خیمی زیر پایت پاک کو. حالا اگه دولت پاک نکنه میدونت کسافت کاری کده میری. پر صورت هموطنان عزیز، وقتی صد دفعه انتقاد میکنیم یک دفعه کمک هم بکنیم، یک دفعه پلان هم بدیم، یک دفعه طرح هم بدیم، یک دفعه احساس مسئولیت هم بکنیم، تنها نظارگر و انتقادگر نباشیم، کار هم بکنیم، عمل هم بکنیم، این قسم هم خدا راضی، هم تو راضی، هم ما راضی، هم وطن راضی، هم مردم راضی، گل و گلزار. به هر صورت تا وقتی که ما خود ما اشتباه خود را نپذیریم، خود ملامت نکنیم و سهیم نشویم در آبادی کشور و وطن جور نمیشم. من یک مثال کوتاه براتون میزنم و خداحافظی میکنم. ژاپن چرا آباد شد؟ یگان تا میگه استقلال ژاپن و افغانستان در یک روز گرفته شده که غلط است. من این فهمیده کی گفته که حتی با سوادا میگه که بعد استقلال افغانستان و ژاپن در یک روز است؟ این غلط است دوستان، این رقم نیست که باز اگر خواستیم تشریح میکنم براتون، در یک از روزا براتون تشریح میکنیم، غلط است، این رقم نیست. وقتی که بر صورت این باز ویدیو بعدی براتون تشریح خواهد کردم اگر شما خواستین. ژاپن چرا پیشرفت کرد؟ ببینین وقت ژاپن از بین رفته بود، بمیاتم استفاده شده بود، شما میفهمین. وقتی از بین رفته بود 7 ساعت مردمش میرفت کار میکرد، بیل میزد و کشور خود آباد میکرد و پول میگرفت. بعد از 7 ساعت که باید یا رخصت میشدن، یعنی تایم تفریحشان بود، باید میرفتن خانه، 4 ساعت دیگه همشون جمع میشدن، میگفت ما رایگان کار میکنیم به دولت ما تا که کشور ما آباد شه، رایگان کار میکنیم. این احساس ما داریم؟ نه، این نیست بدبختی ما. به هر صورت دوستان عزیز، به امید صلح و همبستگی و اتحاد همه اقوام عزیز و سربلند با افتخار افغانستان، من همتون دوست دارم. تشکر که این ویدیو رو تماشا کردین.